Tady se. Pani Kevin Klaus. Já jsem Alison. A co mám udělat, že امروز اونجا شنا کنیم، اونجا رو نگاه کنیم؟ کامل پر اصلا جا نیست. الان بریم اون ور اپرا هاوس. باید اونجا جا واسه شنا پیدا کنیم. این ساحل رو روبروی موزه مونک تازه درست کردن. خب خیلی از سر کنجکاوی اومدم چون خیلی از سرش تازه درست شده. بعد اینجا سونا اینجا بچه ها نگاه کنین، این سونا ها همیشه قایق های سونا کنار آب توی اسلو هست، هم زمستون هم تابستون. زمستون هم حتی میپرن توی آب یخ بعد میان میرن داخل سونا. شاید مثلا خیلی خوششانس باشیم حد اکثر دو هفته سه هفته اونم نه همه یه شهرهای نروژ، شهرهایی که حالا باز بیشتر نزدیک جنوب هستن. البته سه سال پیش یه تابستون خیلی خوبی داشتیم، بوده یکی دو ماه واقعا هوا گرم ولی معمولا اینجور گرم ها اونقدی روزاش طولانی نیست. اینجا این هم اپرا هاوس هست کنار سکوی اپرا هاوس، هم حتی وارد آب شدن. Vi går ikke opp på toppen der i dag. Å nei. Der er det 100 grader. Erik, vi må være om balai salen av opera, ladi. Feil gjerne, sant? Skal vi gå rundt den veien der? Jeg tenkte vi skulle gå langs etter sjøen, men... Det er ikke skygge her. Ja, vi går i skyggen der borte. Erik må passe den bala bedre. Nærmere om bala er veldig gode, men sånn sånn er det. Hemmest i avtap ut. بعد من سردرد میشم مدت طولانی توی آفتاب بمونم چون میگرن دارم. گفتم که فعلا بریم از یه جایی که بتونیم سایه پیدا کنیم تو سایه راه بریم.
blir sliten som feil. امروز ما فکر نکنم بتونیم بیرون غذا بخوریم. همه جا رستوران ها صف طولانی. همین بعد از مغازه غذای معمولی سالادی چیزی بگیریم یا که بعد توی این آفتاب توی صف وایسی. اینم موزه جدیدمون که گفته بودم بهتون، البته هنوز افتتاح نشده. همه کارش انجام شده دیگه، داخلشون هم کامل تموم شده، فقط کنده بازگشایی رسمیش که برای بازدید. سیستم سرمایش اینجا نداره دیگه، اونقدر تابستوناش طولانی نمیشه. کولر ندارم بیشتر خونه، خیلی به ندرت. اینه که گرمشه سیستم اینجوریه، باید بیایی لبه آب. ما یه به سختی کلی گشتیم دور آب که یه جا پیدا کنیم، نشستیم شنا کردیم یکم، بعد دور دور برمو خیلی شلوغ شد. گفتیم خب برگم حالا از اون قسمت آب استفاده کنن، چون پله داشت میشد راحت داخل آب رفت، خیلی جاش خوب بود. و اینجا هر جا که به آب راه داشته باشه، مگر اینکه مثلا تابلوی جایی زده باشن که شنا ممنوعه، حالا مثلا خطرناک باشه یا به هر دلیل دیگه ای، ولی معمولا هر جا که آب باشه راحت مردم میرن شنا میکنن. بعد اتاقک اینجا نداری که مثلا شما بخوای بریم توی اتاقک لباستون رو عوض کنیم، مالتون رو در بیارین و اینا. حتی مثلا این جایی که ما الان هستیم داخل مرکز شهر دیگه، چون ساحل های مخصوص دارن که کامل اون افرادی که دوست دارن برهنه کامل باشن میشنن برن اونجا، یعنی حالا کسی که دیگه اصلا خوشش نمیاد که آدم ها کامل برهنه ببینه اونجور ساحل ها نباید بره. ولی الان اینجا که من فیلم گرفتم دیدین یه خانومی بالا تنش کامل لخت بود. اینم مثلا توی فرهنگ اسکاندیناوی هست که اصلا بدن جز تابو حساب نمیشه، خیلی راحت توی رخکنشون لباسشون رو عوض میکنن و دورشون هم حوله نمیگیرن خیلی هاشون، یه چیز کاملا طبیعیه. جنوب اروپا یا حتی غرب اروپا مثلا آلمان، اونا هم که مثلا میان اینجا چه برای زندگی چه برای مسافرت، حتی برای اونا هم عجیبه. یعنی این فرهنگ برهنگی چیزی نیستش که کل اروپا اینقدر اوپن و راحت باشن. تابستون خیلی دوست دارن که سبک باشن، آستنشون نباشه توی طبیعت که میرن. خیلی شده باشن راحت میرون میبینی کنار دریاچه و رودخونا یا توی جزایر آدم ها برهنه کاملا. این هم برای کسایی که حالا شاید از نظر اعتقادی برشون مهمه که دیگران هم چی کار میکنن، آزارشون میده از نظر بصری دیگران مثلا خیلی اوپن مایند باشن، چون اینجا هم خیلی میبینم آدم هایی که میان لب ساحل و بعد مثلا غرغر میکنن که اینا چرا مثلا بی حیا، ببین حوله نگرفته دور خوش مایش رو در آورد. یا بچه های کوچیک تحت سن 10-12 سال خیلی هاشون کامل لخت کامل هستن و اصلا نگاه جنسی به بچه هایی که بالغ نیستن ندارن. برای همینه که اصلا میگم به شکل بزرگ سال به بچه نگاه نه به بدن بچه نگاه نمی کنن که حالا بخوام بگن آخ این بچه خب الان کامل لخته، خب تحریک کننده است از اینجور داستان که ما داریم. ولی خیلی مهاجرا میان میشینن تو ساحل به چشم انتقادی و ناموسش رو ببین. اگه ناراحتتون میکنه به نظرم اینجور جاها نرین دیگه. آدم نمیتونه به مردم بگه که چه مملکت خودشون چی کار بکنن چی کار نکنن. ها پوهرو خواهی میخواد داره شنا دیدم، برو از صاحبش منتظره که صاحبش اجازه بهش بده. ببین تا با دست بهش اشاره کرد. عزیزم چقدر تو مؤدبی آخه. ای نه شم میترسه
خانم جلو نمیتونه ببینه، نگاش کنه عزیزم. آقا داره گاز میزنه، چیز دیگه میکنه. این ساختمون شیشه کروی رو ببینید، حالت گلفوم است، خیلی باحال. اینجا باید میدونم الان کسی سونا استفاده بکنه، خیلی گرم هستن، خودش سونا هست. این چه خوشگله گلخونه ها، چقدر آفتاب گردون داره. اصلا هر جا که لب آب شلوغ. ببین دو تا قایق قدیمی رو سر و تهش رو زدن، حالت چیز درست کردن، اتاقک درست کردن. این هم سونوه، خوشگله. ولی الان کی میشینه تو سونو آخه؟ این ها، این هم اطلاعاتشه، میتونین از این اتاقک ها اجاره بکنین. انگلیسی هم نوشته. قیمت نزده؟ نه قیمتش رو نزده. روی پل کرونا تشریف میبریم، چه خبره؟ کرونا پارتیه. اون بر پل هم رستوران اینا هست، ولی از اینجا هم که میبینم همه صف. رستوران های امروز خوب کار میکنن. بچه ها یه دونه لونه اردک پیدا کردم، چقدر خوشگله. سب کنیم بهتون نشون بدم، نگاه کنیم چقدر باحاله. وسط آب اتاقک گذاشتم. هر جا که آبه ببین دسترسی به آب دارم. آره مرتفع بودم کله چیز متحرکه، میره عرضه، یعنی یکم آدم سرش گیج میره. یه خواهر باره تو کده الان این قسمت اوستو. بچه ها میبینیم که بیشتر ساختمانهاش مدرن و جدیده، مثل محله ما نیست که قدیمی باشه. این ساختمان اکثرا جدید ساخته شده. کلا این قسمت شهر و قسمت قدیمیش شکل ظاهرش فرق می‌کنه. یه عالم از این قایق بادیا فلامینگو و قو و اینجور چیزا با هم پارتی کردن. یونیکورن هم داره. نکاس فیلمی بوده؟ اما شف ایسلیم دو کن فیلمه یا شف ایسلیم. اینجا بستنی فروشیه، اریک داریم بستنی بخره پارادیس.
ما تا ماته غذا باید بخوریم. غذا دکو آی صفش اینجاست عزیزم. بای صف بایسی نه صفش بیرونه. این بچه ها رو زمین نشستن از این رو بستن رو دوزنی داستانی شده و همه چی صف باید ببندیم. الان بریم تا ته اسکله بعد برگردیم ببینیم آیا اینجا هم دوباره این رستوران هم صفحه. ببینیم ساعت غذا خوردن تموم شده که یکم رستوران ها خبر شه بتونیم بریم داخل. البته دیگه اینجور تایما همه برنامه غذا خوردنشون تغییر میکنه دیگه، اینجوری نیستش مثلا از فلان ساعت تا فلان ساعت شلوغ باشه بعد دیگه خب الان من بعد از این تایم غذا خوری میرم و خلوته. اینجا که کل اسلو اینجا هم ببینیم اصلا جمعیت قول میزنه گرم گرم همه آمپرو زده بالا همه آب این خونه ها ویوهای خوبی دارن ولی فکر کنم مثلا تابستون از بالکنش همیشه این داستانه دیگه، سر و صدا موسیقی میذارن مردم بعد آرامش نداری. یعنی بخواهی بیایی تو بالکنت بشینی مثلا قشنگ هست، آپارتماناش قشنگه، ویوش خوبه ولی در زندگی من واقعا نمیپسندم. برم چمنم حتی پره. اینجا ساحل شنیه، بیشتر بچه ها میرن داخل که دست و پاهاشون زخم نشه، بیشتر با بچه کوچولو اومده. موبایل اریک وسط فیلم برداری به خاطر گرما ارور داد، گفتش که به خاطر درجه حرارت امکان استفاده از دوربین نیست. داغ شده بود، 10 دقیقه یه رو صبر کردیم که چیز بشه، یکم خنک بشه گوشی، دوباره بقیه فیلم براتون گرفتم. اصلا یه وضعی. این هم تا تهش الان اون جاهایی که اون انتها که چیز هست کانتینر اینا هست اونا همه دوباره مسکونی میشه. آره این دوره برای همه رو بسازن دوره آبو همینجور مثل این قسمت که بلوکای مکعبی شیشه یا مینیمال ساختن یه چند طرف هایی اون برم اجرا میشه. در oppe er det Skrik, altså det Munch-bildet, ble inspirert. Han sto sannsynligvis på panikk, og han gikk langs etter en veien opp. بچه اون بالا یه جاده هست، مسیریه که ادوارد مونک همون نقاشی جیغ رو که کشیده اون بالا قشنگ وایستاده بود، بعد همین نمای پشت سرش رو دید و در واقع بهش الهام شده بود که یه چنین نقاشی یه کشیده. بعد همون بالا تو همون خیابونی که از لابلای جنگل میره چیز هست، اطلاعات همین ادوارد مونک با اون همون تابلوی جیغش هست. حالا برای ویدئوی که در نظر گرفتیم واسه خود اختصاصی هنرهای مونک کامل بهش میپردازم، اون مسیر رو میریم بهتون نشون میدم و خودتون خواهید دید که اون بالا چی دیده بوده این آقای هنرمند و چی کشیده بوده. دوستان شعونات اسلامی رو هم رعایت نمی کنن اصلا، ما هم روی آنتن زنده برنامه های کشور اسلامی هستیم و خلاصه که الان میخوام بریم توی این کوچه ببینیم یه رستوران پیدا کنیم غذا بخوریم. غذا مات با ارمات غذا غذا
Altså. اون همه اون بر آفتاب بودن. ببینید دوتا آپارتمان بلندن تو این کوچه، کامل سایه افتاده، بالکناشون توی سایه است. سرنگ ها فیشون پس کرام بود میپسندی؟ کیا اینجور مناطق رو میپسندن برای زندگی؟ تو کامنت برام بنویسین، سلیقاتون رو بدونم. خوشگله، من میگم جاشو دوست دارم، لوکیشنشو دوست دارم، ولی تصور این که خونم اینجا باشه یا در خونه بیام بیرون باشن این صحنه ایما باشه بشم این همه شلوغی آدم و آره هر روز که نیست، بیشتر آخر هفته هاست، یعنی که در طول هفته هم میان و در طول هفته معمولا خب بعد از ساعت کاری میان، اینقدر هم شلوغ نمیشه، ولی همه آخر هفته معمولا آدم اگه جایی برنامه نداشته باشه نره داخل خونه، خودش میخواد آرامش داشته باشه و اینجا نداریم، اون آرامش رو نداریم. حالا این خانم رو ببین طبقه اول تو بالکن خودش نشسته، ماشین داره ماشین گاراژ دارم، گاراژش رو نایدم. صفحه بستنی فروشی هنوز کم شده، تو صفحه های صده برنان بستنیش هم خریده بود. البته بهتر خیلی کیک و بستن اینا عاشق اینجور چیز هاست، شیرینی و شکر، اما نگرفتیم بهتر غذا بخوریم. غذا همه آفتاب سوخته، آفتاب گرفتن حسابی، رنگ رو گرفتن ملت، این زمستون های سرد تاریک همه رنگ همون میره، کم رنگ میشه. بچه ها کچولو ها امروز تو کالسکه اونقدر گریه میکردن، گرمه، عادت ندارم به گرما، داغان شده بودن بچه ها بچه ها. رستوران صف نیست، شاید خوب نیست، حالت فضاش خیلی بزرگه، ببینید فضای بیرونش زیاد، شاید برای این صف نیست. ببینید غذا چی داره، اینم غذا، قیمت کم ملاحظه کنید، غذا قیمت Bygånet? Jeg tenker at det kun er reservasjoner, så du må reservere bord på forhånd. Det er bare visse. بعد از چند ماه که برای یه سال و نیم دیگه، بیشتر از یه سال و نیم بگیر و ببند و بالاخره رستوران های درآمدی میتونن مجدد داشته باشن. این دختره که میخواست به پراخرم نپرید سمت چپ ویدیو دیدیم رد شد، دوستاش همه پریدن، سه نفر بودن، دوتاشون پریدن، اینا هرچی تشویقش کردن بیا بیا هی هم میگفت میخوام بیا میخوام بیا، بعد آخر نپرید. آپو این نه باقصه شلوک شد، فاصله نمیشه گرفت، انه کرونا میگیره، فاصله بگیریم، فاصله بگیریم. آپو این فاصله معنی نداره دیگه، ببینید اینجا که هم نشستن شنا میکنن دیگه، همه در آغوش اسلام هستن. بله اینم اینم لیست قیمت های این یکی رستوران.
حالا بریم ببینیم اصلا یه اگه یه رستوران ما پیدا کنیم. این دختر جلوی من داره میره، قد بلنده، بچه هست با 14-15 سالشه، ماشاءالله قد بلندی داره، اونقدر فعالیت بدنی دارن تو مدرسه که عشنگ درست حسابی سکوناشون روشت میکنه. ظاهرا میخوایم اینجا بشینیم، من یه قیمتی نگاه کنم. این قیمت هاشه دیگه، خیلی نمیشه سختگیر بود توی آخر هفته که همه جا صفیه. میخوایم همبرگر بخوریم، اینم قیمت ها. اریک تو صف وایستاده، شاید منتظر بمونیم که یه میز به همون بدن، یه خانه دیگه است. الان چون داره میاد که به همون جا بده ازش نمیتونم فیلم بگیرم. Det här är liksom den nyaste bydelen i Oslo. Bjørvika och ut här och med motmuseet och بارکاده این و بیوربیکا، اینا همه ساختمان های مدرن و جدید برای کسایی که خب این تیپ آپارتمان آخونار میپسندن. این قسمت از اسلو به مناسبیه. بعضی ها با جیغ و داد از روی دایف میپرن، انگار که مجبور رنگی بپرن، صدای جیغشون میاد. باحاله. بعضی ها خوبه، باز میتونم به ترسشون غلبه کنم. خیلی خوبه ها دیدم میان بعضی ها جلو میرن بپریم نپریم و شک میکنم پشیمون میشم، ولی بعضی ها با همون حالات ترس و جیغ و داد همچنان هم پرید نپریم میرن. خودم بتونه به ترساش خلاص کنم. الان من این زنگر رو زدم بیتان گفت، بعد چون اون طرف خیابون با وجه که این همه آبر بایسی بود هیچ کدومشون اون زنگ رو نزدم، چرا بودتر برای آبر را سمت نشد. معمولاً چه این خیابون هایی که از این چراغای خوشمند هست که آبر میتونه با دکمه کنترل کنه، هر دو طرف خیابون دو تا آبر باید همکاری کنن و
وگرنه به همون تایم معمولی خودش. یا لمه چیز هست، جلبک هست کفه دریاش دریاست. بعد خیلی چیز داره، گیاه های دریایی داره، حتما پر ماهیه چون مرغای دریایی خورن اینا، دارم ماهی ها رو میخورن، بعد جنس ها بچه ماهی ها رو تربیت رو. Den der Oslo Fashion Outlet en gang, har vi? سینش تفه کرده بود.
این وسط بهتون نشون بدم چون من خوشگله خودم دوستم بهتون هم وسطشم نشون بدم. نگاه کنید اینجا قطار رد میشه تا خوشگله مسیر شب. این طرفش ما دیگه اون وقت خیابون نمیبرم که اون وقت خیابون آفتابه، فقط اومدم این وسط که بهتون این مسیر رو نشون بدم. دوباره رو برمیگردیم به سایه حتی باقی بشه گیل اون ساختمون ها چون از فاصله دور از آسمون نسکه نگاه ند در کشه و سده میکرد نیست امراد افرا. De blokkene der er noe av det nyeste som har åpnet. Inn blokkene kjennere her med en asfasadøy teridur. Kjærlig barkod ved nazarmiat. Bare her med nesten som går ut den barkod. یه شکل و یه اندازه ساخته نشدن باریک، پرد، کتا، بلند خیلی بامزه است دقیقا شبیه بارکوت کالا میکنه. و سیسی بر هر نیده سو باکی در امروز در اوپنت اینجا مثلا الان ساختان روش بیشتر جدیده آسفالتش هم خیلی جدیده تازه اینجا بردن ساخت و ساز میکنن قطع شهر جدید تراس ها بالکاناشون ببینین شیشه ایگر برای هیچ ویوی نداره دیگه اون تراس ها ویوشون این طرفه روبروشون یادم نه ساخته بمینه دیگه میبینه خاصی ندارم یه چی پریتی دی نافت هم تعلیقه یه دیگه یه سری هم هستن اینجور معماری ها اینجور فضا ها رو میپسندن بالکناش قشنگه این که مثلا شیشه ای از طبقه اول نگاه کنید طبقه اول خیلی خوشگلش تموم شیشه ای این که کنم نه این هم حتی به دریا دید نداره جلوشان و ساخته همون بلنده نه هیچ دیدی ندارن تا حد دقیقه طبقه پایینشون چیز خاصی نمیتونم ببینم ببینیم در مای دوره ریسی پادیم یه فضای بازیه I midten her, hvor jeg ser. Det ser godt. حتی الان مثلا نگاه کنید این آپارتمان ها بالکناشون به دریا ویو داره قشنگ روبروی موزه مونک دوباره ما برآمدیم لوکیشنش قشنگی باحاله جای باحالیه ولی اریک دوست داری اینجا خونه بخری نه چرا بورفور در کالت هم وینترن که مانگی منسکر هم سامن og små leiligheter. Hun var jo Danmarken, jeg spør om Danmarkse. Dostan er bare bare ikke Danmarki. Erik mener ikke nei, ikke jo, bare ikke ser mest noe særlig, ta best frem en real med turist. آپارتمان های نوساز نسبت به اون خونه های قدیمی که ما هستیم سقفاش کوتاه‌تر دیگه البته در واقع این سقفاشون استاندارده اون خونه های قدیمی سقفاشون بلندتر از حد معموله بعد ولی ما واقعا عادت کردیم به همون سقف بلند پنجره های بلند الان خونه های استاندارد که میریم خونه دوستا و فامیل اینا برامون خیلی خفه است مثلا انگار که مثلا
نور نداره، خیلی کوچولوه، خیلی مثل خونه عروسکی در اون نظر میاد، خیلی فضاش متفاوت از خونه کدوم به نظر میاد. هر کدوم یه مزایا و معایبی دارن دیگه. اینجا هم که ما نشسته بودیم این پایین که خاپوه شنا میکرد توی اینستاگرام براتون استوری گذاشتم، برای دوستانی که صفحه اینستاگرام هنوز فالو ندارم، اونجا هم خیلی استوری و مطالب درباره نروژ میذارم، میتونم اینستاگرام هم فالو بکنم. البته صفحه اینستاگرام من خصوصیه، بسته است. ولی اگر کسی مایل باشه حتما میتونه ریکوست بده و به جمع ما بپیونده. از بین اسکوترها شناور اسکوترها، یعنی شهر رو دارن میخورن همه جا. ما داریم دوباره از این گوشه میایم که سایه باشه. شیادرون نیست اینجا. دیگه که رسیدیم دقیقا اون مسیری که فیلمو براتون گرفتم. این موتوری چه خوشگله، قرمزه. مارکش چی بود؟ نفهمیدم. خوشگله بود. ای خودش خیلی گرم، اصلا تمام لباس چسبیده به ما. کجا آتیش گرفته؟ آتش نشان داره میره. این اسکوتر رو رانندهاشون بعضیشون اونقدر رعایت نمی کنن هیچی رو، که الان کلی شکایت هست که اصلا کلن بند بکنن، ممنوع بکنن یعنی استفاده از اسکوتر رو. همیشه همینطوره دیگه، وقتی یه سری آدم جنبه استفاده چیزی رو نداشته باشن مشکل برای بقیه هم ایجاد میشه، وگرنه وسیله بد نیست، خیلی وسیله خوب و کاربردیه. اما یه سری فرهنگ استفادهشون رو دیدی، یعنی دو نفر پشت ما افتاده بودن همینجور دستش روی بوق بود. در صورتی که ببینید لاین دوچرخه و اسکوتر دارن، اصلا نباید تو پیاده رو باشه وقت لاین دارن، و حتی وقتی هم لاین نداشته باشن توی پیاده رو باشن حق استفاده از پیاده رو با آبر اجازه ایجاد مزاحمت واسه آبر ندارن، یعنی اینکه بوق بزنن یا پشتش بیان یه جوری با سرعت برن که مثلا آبر کنار بره، باید صبر کنن که مسیر باز شه آبر بره. ولی خیلی به بعضیشون حتی برخورد کردن به آبرا، آبرا مثلا آسیب دیدن، کارشون به بیمارستان کشیده. خیلی خوبه که فقط خودمون رو نبینیم، مقدار شعور استفاده وسایل هم داشته باشیم که بعدا کلا جمعش نکنن، بعد بشیم قور بزنیم که چرا چی شد، همه چی توی مملکت ممنوعه. مقصرش دعوا خودمون هست. ببینم کتابخونه جدید داخلش خیلی خوشگله، داخلش که میری یعنی مخصوصا اون طبقه های بالاش نمای خیلی خوبی داره به شهر. مرسی که همراهی کردین دوستان، مرسی که سابسکرایب میکنین، مرسی که یادتون نمیره سابسکرایب کنین. تا یه روز قشنگ دیگه، خدافظ.